فکر خدا نسوزانی دیگه. نه تشویش نکن. باش که از دل ازم خانمان بیاین، کسایی که ما را میبینن آفرین تان والا. البته ری سفیداس شروع میکنه. یعنی نمازش تا او وقت قبول نمیشه و تا که زکات را ادا نکنه. زکات ها. امروز دمی جریان آشپزی منتظر به افطاری. ما و هاشم جان مسئول آوار کردن دسترخوان‌ها هستیم و چیدن خرما و هر $1000 $25 زکات است. مرغ دارد؟ مرغ آگه کن. ما خوبش کفته میگیم. کفته یک رقم کفته اصلی است. اصلی است. یک رنگ سرخ میتر برنجا. یک لاین بسیار طولانی هم دوستان اینجا استاد است دوستان. الله کلینیک دندان نورزاد، مجهز با وسایل و تکنولوژی پیشرفته جهان، همراه با دکتران متخصص و مجرب در تمام بخش‌های دندان از قبیل هالیوود سمایل، ایمپلنت و جراحی، پروتیز دندان، با خدمات ترانسفر و هتل در شهر استانبول ترکیه در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. شماره تماس مثبت 9569465555. برای ساخت و نشر اعلانات با کیفیت تجارتیتان با HM Media Group به تماس شوید. HM Media Group. الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، به برنامه افطار با وطندار بسیار خوش آمدین. امید است که جور و صحت و سلامت باشین. من امروز آمدم که دیدار کنم و احوال وطندارای ما را در منطقه به نام الکمینو بگیرم، جایی که مسجد دارن به نام مسجد جامع امام ابو حنیفه. این مسجد دوستا داستانش رو شما خبر دارین، چون در چنل یوتیوب ما این داستان از این نشر شده و هست، شما میتونین ببینین. این تا سال 2018 کلیسا بود و چون افغانای ما در اینجا مسجد نداشتن، باز یک جای شدن، پول جمع کردن و این کلیسا را به مسجد تبدیل کردن که نامش هم گذاشتن مسجد امام ابو حنیفه و 63 سال کلیسا بود. پس در این جایی که افغانای ما یک جای میشن و نمازهای جماعت می خوانند، نمازهای جمعه را می خوانند، نمازهای تراویح را می خوانند، در اینجا هستیم و افطار امشب ما در ماه مبارک رمضان با این دوستا خواهد بود. ما را همراه باشین. فراموش نکنین دوستا که من در این برنامه آشپزی هم خواهد کردم براتون، غذای مختلف هم پخته خواهد کردیم و مهماندار دوستایی که در اینجا زندگی میکنن هستیم. میریم دیگه داخل، میریم از امو آشپزی و آشپزخانه شروع کنیم. بیاین بخیر. بله دوستا، این رسیدیم به جای اصلی که دمی رمضان این همیشه بسیار یک جای فوق العاده خوب است. لیکن اینجا کل دوستان سلام علیکم. سلام علیکم، وقتتون شروع خوب است. بخیر هستید. رمضانتان بخیر باشه. سلامت باشین. خیر هستید. خیر هستید. سلام. سلام خوب هستید. سلام خوب هستید. بخیر هستید. جانتان جور است. تشکر، زنده باشین. آستینا رو بر بزنیم دوستان. آجان حافظ جان، کمک شما که نباشه خون نمیشه. دیگه کمک شما باید کمک کنه برای ما. اینجا یه میزه که کار میکنیم با شما و پیاز است، بانجان رومی است،
دیگه یا باید میده شود چی شود؟ اول باید تا اول پیاز باید میده کنیم شود. باز رومی رو باید میده کنیم. خب چی پلان است؟ چی پخته میکنین امروز؟ پلان امروز بخیر قابلی پلاو است. قابلی پلاو است؟ اشتیاج بخی بند است. والا از این سه غذایی که در افطاری برات خودت باش آماده باشن یک شکل انتخاب کنی چی است؟ قابلی، منتو، شوروا؟ نه من خودم قابلی پلاو میخورم. قابلی پلاو؟ البته ری سفید هاست شوروا میخورم. مگر والا شوروا را اینا کدی بخورا بهترین چیز شوروا است؟ باز گفتم از گوشنه شویده است. نسبت در شوروا باز چاینکی خوب است. والا خرچه را دبل کرد. خرچه را دبل کرد دوست ما. این ما ساعتم بکشم دستا را بشویم. قربانتان. خیلی شروع میکنیم پیاز را ریزه میکنیم. قابلی پلاو دیگه اسم مبارک چی بود؟ محمد جاوید. جاوید عزیز کرده ما هستک. قابلی پلاو آماده میشه. دوستای دیگه هم همکاری میکنن. فقط دعایتان به کار است دیگه. یک چند صد نفر است دیگه زیاد نفر هم نیست. چند صد نفر است. پیاز بسیار خطرناک کلان که یک دیگه من فکر میکنم این پیاز باید میکنم بس است دیگه جاوید جان آشپزی را شوق داری که آشپزی یا همون تو البته نه این ماه مبارک رمضان است بخاطر دوستا و کسا که میایند مسجد میایند آشپزی میکنیم اگر یک اسم ما نیست فقط بخاطر کمک به دوستا جانا نه خب بازم یک مهارتش خود داشته باشه دیگه تو مهارت شوق است چون وطن که بودیم روزای جمعه میله میرفتیم خب آشپزی و چیزا بود دست خود ما بود خب در میله و یا که میبردن خودت بودیم نگه خودم آشپزی میکردم من باش که اینه دوستا اینه که پیاز میده شد باش که از دل ازم خانمان بیاییم کسایی که ما را میبینن آفرینتان والا بشکتان خداوند نجرش برتان بتا آمین که شما همه قدر روزدارایی که در خانه میباشه کل از یاره البته زحمت میکشن شکمه را سیر میکنن والای بسیار گپ کلان است نه؟ وی تندی پیاز آه از ما را چشم ما را کمک کمک زره دگه چی کده را بیست؟ آخرم که شد مردم میگه خیلی خانم ها چی کار میکنن آه راست میگه میگه چی کار میکنه اینه اینی کار هم میکنه یک روز شما کنین باز میفهمین که بیده گپ در کجا هست افیز جان چاکویت تیز است یا ایت نمیده خوب است والا خوب است دیگه افیز زیاد چی نیست میشه چاکو رو بگیریم جا جان همین مزید دیگه چی جور میکنه؟ پیاز که نباشه البته دیگ بیمزه است بیمزه است راست میگه والا راست میگه گنجنگومی هم یک نقش داره دیگه بیخی بیچاره از دست کشی بیا نه البته امیال قابلی را که پخته میکنیم هیچ بانجان رومی نداره رومی به خاطر قرمه که قرمه را مزهش بکشه از رومی استفاده میکنیم دان آدم ها ماهو میزنه دمی جریان آشپزی نه؟ جریان آشپزی بسیار بازی که روزان باشی بیخی دیگر دلت میشه که اگران چیزها را خام بخوری والا بانجان رومی بسیار خوب همیتا میده آماده شده احسان، do you like cooking or not? I like to cook. You usually cook or not? I prefer to eat. You prefer, everyone prefer to eat. But cooking is a very important part, yeah? Bolani. 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 Yeah, na. Bolani da khush dara, qabli da khush dara. Wa amroz na kad ma ham kari ham mekanam. Ame to khub yak banjan rumi asas ba khatir khurma. Ena dosta khurma ham rasid. Bisa tashakkur. Khair bibini. Khurma bisar asas. Nam khuda. Khuda khair be tayar asan. Taqriban bar yak 100 dana. Shayad bash 100 tusan. Allah ami piyaz ak sai mekuni. نیم گوشت را هم او میشه این پیاز هم انداخته شده و نام خدا این دوستای مسجد امام ابو حنیفه یک آشپزخانه بسیار کلان داره دوستای یکی از عزیزای دیگه که در این مسجد هستن سلام علیکم خیر هستید خیر هستید الحمدلله تاش شاید جوان بخیر دیگی بیخی شکر دیگی الحمدلله فضل دالا دی چی شکر دیر تکرای هستی؟ مثلا هر شی که بریانی شپ خواله اسمه قبلی هم شپ خواله اسمه قرمه میشه ایز داده قرمه شپ خواله اسمه ده چی شپ خواله؟
د چر قورمه شده پسته د غوښه قورمه علیکم آماشا جان در چندین چیز بسیار مهارت داره در بریانی پخته کردن بله قابلی قورمه 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 چکن قورمه چکن قورمه لم قورمه هر چیز یعنی لم قورمه چکن قورمه یکی خودش یک رستوران هست الحمدلله واو نام خدا پیاز دیگه استاستا رنگ خدا تغییر داد و باش ما چک کنم چی وقت افطاری است یک ساعت برو مانده والا بسیار سخت است که امروز دمی آشپزخانه تی یک ساعت تیر کنیم مقصد بیدر اگه من زوف موف کردم جاوی جان خلاص دیگه سر خود تستا به خاطر که امروز دمی جریان آشپزی و منتظر به افطاری این دیگه اردی ازی بسیار کار سخت است دوستو برنج انداخته شد دیگه اینا برای قورمه بانجان رومی هم آماده است که پرتین می آماده است خیش محافظ جان بانجان رومی را پرتین ما یکم خمیر کردیم برو برو سایز دیگ سر دیگ سر دیگ دوستا یک دیگ بسیار کلان نام خدا برنج هم تیار دم داده شده تیار آماده دی اوریجه چه باید تکزر صاف شید نام خدا یک دیگه بسیار کلان است اینه چه یک برنج است والا بسیار یک برنج با کیفیت دیر خوان خوان نوائه چه وضع خراب یکی دوستا این برنج یک سال می کن است یک سالی را نگاه کردن آل اینه به افطاری اینه نصیب بود که پخته میشه دوستان همینجا جوان های دیگه هم هستن که رسیدن من نمیفهمم که بخاطر خوردن رسیدن یا بخاطر کار شاکر جان دیگه مسئول تهیه مواد غذایی از بیرون است بیرونه هر چیزی که کم شده رمی بیادر ما مسئولیت داره یک کس گوشنا من مسئولیت خود تست رسیدگی میشه انشالله اینی دیگه دوستا که در دیگ و در برنج بفته دیگه چی خوند 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 خوشبو دیر شایست خوشبو بیشتر در کلکین خود بودم اونجا چون بوفه است خب مسئول توزیع هر کس که میاد چقدر گوشت یا گپ بندازیم در دست ما میبوشه از این طرف کل چیزا مبرایه و اونجا دوستا هستن که برای نان خوردن یا آماده میشن ماشمه ها کلان کرده قابلی شدیم چی بلا؟ بلا من خودم قابلی پخته میکنم ماشپز هست از خواه ماشپز هست؟ از انتخوی هست از انتخوی هست خلاص دیگه از انتخوی که هست دیگه قابلی هست کلا گپ قابلی هست دوستا این ای دیگه برنج هم تقریبا آماده است و زیره و یا کلش زده شده جاوی جان جان آماده است بسم الله بخیر فکر خدا نسوزانی دیگه نه تشویش نکن برنج هم تو یک رنگ هم تو سرخ یک رنگ سرخ میتا برنج ها البته خمیره به خاطر دیگ جور میکنیم که دیگه بخیر خیر دم بتیم آه دیگه اینا اگه دیگ دم نکنه مشکلش چی میشه؟ دیگه برنج همون تو این چی میمونه البته خیلی جاوی جان ما برم که همون طرف همون آمادگی افطاری رو بگیریم خود دیگه دیگ آماده غذای بیرون هم میرسه میمان هم رسیده رو اینجا جایی هست دیگه که تقریبا چقدر نفر جای خود شد؟ نفر تقریبا بر 200 نفر است دیگه خب اگه زیاد چود طرف هم جای داریم بله جای زیاد است جای دیگه هم هست بیرون هم هست جای زیاد است که زیاد نشد از این که قاری زمین باید کار نشده در مقاط بگه که بیدر نفر زیاد خبر کردین نان کم شده خب از کدام طرف از این طرف آوار کنیم؟ از این جوار بکنیم خب.
دوستا، ما و هاشم جان مسئول آوار کردن دسترخوان‌ها هستیم و چیدن خرما و اوری چیزا. دو تا نه بسن. بین اگر بیچینیم زیادتر که دو طرف بگیرم. دو طرف بگیرم. گفتم به خرما میشه افطاری؟ خیلی ثواب بشم. کلش گپ در خرما. مگر این خرما جالب است که در رمضان بسیار زیاد میشه. خب در هر وقت خورده باید چوانه. والا ما همیشه میخورم فقط در رمضان راستی هم تو خانه من که مصرف زیاد میباشه. وا کی ما اصلا زیاد دادم میره. مگر این خرما خوب است که کلان کلان است. بله بله. دو دانه اجازه که بخوری. یک رقم چی میکنه آدم شیردار است اگه از خوشککوش نیست. نه سگ نام خدا سگ خرما رو دوستان. والا که کلان است که فوق العاده. برای دوستای کانادا هم اگر بگوین ترکوری میوهشان اکثرا از همینجا میره. از همینجا است نه؟ بله. الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله ما خوبش کفته میگیم کفته کفته یک رقم کفته اصلی است اصلی است جان کفته کباب است اینجا دوستای نه مرغ است که دارین دوستا مکمل بله ها دیگه البته بگم قابلی پلاو قابلی همون انداختر های دوستا قابلی مزدار است بسیار مزدار بشک ترکاری البته است سلاد یام است سلاد ترکاری سبزی یام است نه سبزی یام است هاشم جان خدا پیش کرد گفت کار مهمترین چیز ما درست راست میگه نه نان خشک به نان خوش کی ما شما زندگی میکنیم ها؟ نمیتونیم که نباشه والا اگر کلگی مگه چیز نخورده ما دیگه ما مچین چی بخورم یک دانه اگر بخورم چی نظر میده چی رو بگیرم؟ البته این ازمی کفته کباب بگیم ازمی کفته کباب بگیرم باز والا ایزدمی سر افتادی چی نکنه؟ خو خیرم ما از این مرغ یک شنگکش میگیرم این ازمی میگیرم اینا که خو خیر باز بر من نندازین در قاب یک دانه مرد خدا عالم نه زیاد است انشالله نوش جان نوش جان واقعا بسیار مزدار همه چیز خداوند برکت برده و آمین در حدود یک دو سه صد نفر دیگه آماده است که بعد از نماز بخیر نوش جان نوش جان توزیع نان است و رسیدیم به اینکه توزیع نان است دیگه دو دو پارچه نان میمونی دو دو پارچه سه پارچه نان میذار خرد خرد است دیگه من اینو سه پارچه دوستای ما نه ای کابون راوری کابون راوری کابون راوری این یک نان مکمل دوستا برای یک روزدار کاملا بس است یک لاین بسیار طولانی هم دوستا اینجا استاد است دوستا
اساس سیستم بوفه است دیگه، آشپزخانه باز کنه، کلگی میتونه که نان خود بگیره. ان شاء الله که نان بس کده. ان شاء الله عجب جان نان بس کده. دوستان ما خدا هم آمده میرن دیگه، تعداد زیاد شده رئیس. نام خدا نگفته نمانه، هر کس که سیر نکنه باز میاد. باز میاد، بازم بیاد، بازم نان داره. بازم نان است. نام خدا دیگه یک 2-300 نفر نان گرفت و از این برکت جاوید جان هم دوستایی که اینجا هستن قربانتان نان گرفته شد. ما فقط یک دانه خرما او خوردیم خلاص. خاری صاحب هم چنان اینجا استاد است. اینا شما اون طرف ببینید از آشپزخانه که چقدر دوستا اون دیده رو هستن که نان میخورن نام خدا و هنوزم یک 50-60 نفر نان مانده. نان مانده بله. اسم من فواد عثمانی است و در ساکرامنتو کالیفرنیا زندگی میکنیم. بسیار عالی. نان بدلت بود؟ والا بسیار نان مزه‌دار. چیش مزه‌دار؟ تمام چیزش افغانی بود، مزه‌دار بود. ما در چند چیز دوست داشتم، در قابلی، در گوشت مرغ، امرای چی؟ سبزی و یا؟ گوشت مرغ مزه‌دار بود. گوشت مرغ مزه‌دار بود؟ مزه‌دار بود. خب، یک دست مستقیم داشتیم با. نه، مزه‌دار بود، سپایسی. بشک. فوا جان چند رمضان از گمینجا هستید در ساکرامنتو؟ از من تقریبا یک 13-14 رمضان میشه. اوه 14 رمضان. چون که در افغانستان مشکلات به حد زیاد است، به کل ما شما معلوم است که دخیق. وضعیت اقتصادی بسیار خراب است. خراب است. خواهش من از تمام دوستایی که افغانایی که در امریکا هستند، در کانادا هستند یا اروپا هستند، اونا باید کوشش کنن کمرای و اماتای ما در افغانستان کمک کنن. بازم اگه ضرورت است ما برد بیارم بسیار زیاد است. اگه ضرورت چکن بیاری مرغ دارد. مرغ آگه واسطه کنیم ترا. اینا خیر مرغ مرغ گفت اگه نال ما برش میارم سعی. ما رفتم پی پشتش. سلام علیکم قاری صاحب بزرگوار. علیکم السلام، صحت و خوب هستم؟ بخیر هستم. جانتون جور است. رمضان مبارک. من شما هم چنین خوب هستین؟ ان شاء الله وقت بخیر مگذره. شکر. همه دوستا میبینن، سلام های خود را تقدیم میکنم به تمام بینندگانی که پروگرام و برنامه را مشاهده میکنه. خداوند کریم رمضانشان را در دربار خود قبول بگردد. بشک کوتا اگه درباره زکاتم بگین کمی، دوستایی که اگر معلومات ندارن که چطور زکات خود تنظیم کنن بتن و با کی بتن. زکات یکی از ارکان و اساسات دین ماست که پنج بنا اسلام یکیش در مابین زکات است. زکات عینی که روزه و نماز فرض است، زکات هم فرض است. و زکات یک لفظ است که با نماز لازم و ملزم. در قرآن کریم خداوند کریم می فرماید اقیم الصلاة و آت الزکات. یک آدم که نماز میخوانه باید زکات آمد. اگر زکات سرش واجب باشد، فرض باشد، باید ادای زکات کنه. یعنی نمازش تا او وقت قبول نمیشود تا که زکات را ادا نکنه. زکات آمد. یعنی خود زکات قاضی صاحب بزرگوار کوتاه اگه بگوین که چقدر است و چقدر باید داده شو و کی واجد شرایط زکات است. یعنی یک آدم که 83 گرام طلا را در خانه خود داشته باشد و یا قیمت ازیره. قیمت ازیره. که حال قیمت ازیره اگه آدم فرض مثال قیمت 83 گرام 5000 دلار. 5000 دلار. فرض مثال. بله بله. که 5000 دلار. یعنی 5000 دلاری که یک مسلمان در خانه خود داشته باشد و از ضروریاتش اضافه باشد و سالم سرش تیر شد، سر ازی 2.5% زکات. زکات. یعنی در هر 1000 25 دلار باید زکات. در هر 1000 دلار 25 دلار زکات است که به فقرا و مساکین. یگان وقت یک سوال برای مسلمان ها و افغان های ما پیدا می شود که آیا ما زکات مشخصا برای کی داده می تانه؟ برای کی داده می تانه؟ پدر نمی تانه که به دختر و بچه خود زکات بده و یا دختر و بچه نمی تانه که به پدر خود زکات بده. بله. و یگان وقت من می گم که ما بعضی اوقات زکات را برای اقارب خود نمی تیم. می گم برو برای یک بیگانه بتم که اجرش زیاد است، لیکن اجرش رسول الله صلی الله علیه و سلم میگد که برای قریب خود بتین. چرا که در او دو اجر است، یکی امو سلسله قرابت است که او را زنده کردی، محبت دوستی است، و یکی هم کمک کردی. نو الحق للقریب ثم للبعید. اول حق نزدیک است، باز بعدن که نزدیک ها پوره شد بعید باید بعید داده شود. و کوتا قاری صاحب در رابطه با زکات، کسی که تیر خودم میاره و نمیده
چی عواقب منتظرش است؟ خب عواقبش اولین چی گناهش ای است که نمازش قبول نمی شود، روزش قبول نمی شود، هیچ دعا و ذکر و اذکارش قبول نمی شود. خدا کنه که هر روز در پالوی خانه کعبه خانهش باشه و هر روز طواف کنه. یعنی قدر سخت گفته شده، قدر سخت گفته شده که نه، یعنی تمام خدا کنه که چقدر خیرات کنه لیکن زکات نمیده و یکیش قبول نمیشه، چرا که یک دین یک فرض ادا نمیکنه. خدا کنه که دوستایی که پروگرامتان هم میبینه از ما آزرده نشده باشه. باید همه ما باید کوشش کنیم در حق فقرا صادق باشیم و با اونا کمک کنیم، چرا که این آدم فکر کنه که امروز ما صاحب دولت و یک کمی در دست ماست، زندگی ما خوب است، خداوند به این قادر است که ما را در جای فقرا ایستاد کنه و فقرا را در جای ما ایستاد کنه. از این خاطر ما کوشش کنیم، خصوصا برادرها و افغانها و مسلمانهای ما که در ملک های خارج زندگی میکنه، حقوق فقرای افغانستان را مد نظر داشته باشند. خب دوستا، واقعا یک افطاری بسیار پربرکت بود قاری صاحب، نام خدا بسیار تعداد زیاد همتنای ما آمده بودن اشتراک کردن و خداوند کل گیره خیر بده که در این افطاری همکاری کردن. تشکر از اینکه ما را همراه بودین و عالم وقت نماز تراوی نزدیک میشه دیگه، نام خدا دوستا آمده را ایستن، ما دیگه آخرین نفرای بودیم که نان خوردیم، آخرین نفرا بودیم به خاطر که بر دوستا باید رسیدگی میشد و خداوند قبول کنه. دیگه بقیه برنامه را فراموش نکنید، انشاءالله در خدمت شما هستیم. کامنت هایتان را بنویسین و کانال را سابسکرایب کنین. با من خودتان تا برنامه بعدی. خوشی و لبخند با HM Production.